علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در تدوین اسناد آمایش استانی، این اسناد با کاستی‌ها و نواقص جدی مواجه هستند و قابل اتکا بودن آنها در هدایت برنامه‌های توسعه استان‌ها محل تردید است. این این عبارتی است که در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اسناد آمایش استانی آورده شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان مدعی است که بازنگری جزئی است و کلیت اسناد کنار گذاشته نمی‌شوند. با این حال اولین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس کنار گذاشتن کلیه این اسناد و تدوین دوباره سند است. اسنادی که در کرمان بیش از 1,260,000,000 تومان خرج برداشته. این مبالغ به تفکیک 350 میلیون تومان در سال 86، 800 میلیون تومان در سال 93 و 112 میلیون تومان در سال 95 است. سند آمایش اولین سند نیست که به این مشکل برخورده است. این سناریو پیش از این نیز در قالب سند اشتغال استان تکرار شد. از قضا هر دوی این اسناد نیز توسط جهاد دانشگاهی کرمان تهیه شدند. سند توسعه اشتغال در 4 تیر ماه سال 92 در کارگروه اشتغال استان رونمایی شد. در همان مراسم رضا کامیاب مقدس رئیس جهاد دانشگاهی استان گفته بود که کرمان جزء 7 استان برتر کشور در تدوین این سند است. 5 سال بعد از این رونمایی درست در مرحله اجرا کار به مشکل خورد. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی این اسناد را مورد انتقاد قرار داد و به صراحت آنها را غیر کاربردی و غیر عملیاتی خواند. آذر ماه سال 97 او به صراحت گفته بود علی‌رغم هزینه‌های گزافی که تهیه این اسناد برای دولت داشت، اما از این اسناد چیز به درد بخوری در نیامد. این بار اما کار حتی به مرحله اجرا نرسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس از همین ابتدا این اسناد را غیر کارا خوانده است. مرضیه قاضی‌زاده، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.